هوش مصنوعی در معماری. در حال حاضر قدرتمندترین هوش مصنوعی در معماری که برای خروجی‌های کار استفاده میشه این پلاگین وراس هست که روی اسکچاپ راینو و رویت نصب میشه. من به عنوان مثال اسکچاپش رو براتون توی این ویدیو آماده کردم. ببینید این صحنه‌ای بوده که تقریبا صحنه کاملی هست که من توی اسکچاپ گذاشتم و این نتایجی هستش که توی AI با هم هوش مصنوعی گرفته شده. این نتایج رو آوردم بهتون نشون بدم که میخوایم یه نتیجه ای ازش بگیریم. من هر کاری کردم نتونستم که اون خواسته که خودم از اون طراحی میخوام، اون چیزی که خودم میخوام و اون چیزی که میخوام به کارفرمانشون بدم و از توش در بیارم، چیزهایی رو خلق میکنه که خیلی خلاقانه است. درسته که خیلی خلاقانه است اما به درد بخور نیست. ما خیلی چیزای خلاقانه میتونیم خلق بکنیم که کاربردی نداشته باشه. خلاقانه هست ولی کاربرد نداشته باشه. یک نتیجه گیری میتونیم بکنیم. حالا اینم یه پروژه نما هستش که پروژه نما رو خیلی افتضاح دیگه کار میکرد و اصلا ربطی به اون چیزی که من طراحی کردم نداشت. خیلی خوبه هوش مصنوعی، ولی الان اینو باید بدونید که هوش مصنوعی توی مرحله اول خودش هست. یعنی اگر به قول یه دوستی که توی یک ویدیویی گفتش اگر یک سریال 10 سیزنی باشه، 10 فصلی باشه که 10 قسمت هر فصل داشته باشه، الان تریلرش رو دارید میبینید. یعنی الان این پیش نمایش داستانه. قطعا هوش مصنوعی خیلی قوی تر از این میشه و به ما توی بحث رندرینگمون، بحث نقشه‌های اجراییمون، بحث خیلی چیزا کمکمون خواهد کرد. اما چیزی که الان داریم هنوز اونقدر پیشرفت نکرده، چند سال نیاز هستش که پیشرفت بکنه. پس هنوز هوش مصنوعی خیلی کارا هستش که برسه به در واقع دقت کاری که ما الان داریم انجام میدیم، همین دقت کاری که انسان روی کار طراحی و معماری و خروجی‌ها داره. هنوز اونقدر دقت نداره، هنوز مونده به دقت ما برسه، ولی خوب هست، پیگیرش باشید، حتما اتفاق خوب میفته. ما هم حتما هر اتفاقی که بیفته حتما یک سری دوره‌ها، مینی دوره حتما براش در نظر خواهیم گرفت که به صورت کامل توی دوره‌ها شرحش بدیم.